خانواده ما به دلیل همراهی و حمایت از فرزندانش تو صحنه مبارزه وارد شد و خیلی هم با تمام قوا وارد شد، رژیم شاه خیلی از این مسئله عصبانی بود و بعد از تقریبا 3 سال که ما رو تحمل کرد و نفهمید که ما چی کار میکنیم، بعد که دیگه مبارزات خیلی گسترش پیدا کرد، خانواده ها و اوج گرفت، یک شب به خونه ما اومد و همه اعضای خانواده ما رو از بچه کوچیک تا بزرگ و تا تمام دوستا و فامیلایی که اونجا بودن همه رو به زندان برد و بعد از اون دیگه هر کدوم از ما محاکمه شدیم، محکوم شدیم به از 6 سال، از 15 سال تا 6 سال، تا مادرم که کمترینش رو گرفت 3 سال که زندانیش رو کشید و آزاد شد. شکنجه های سختی شد، مادر من، تمام اعضای خانوادم و بچه های کوچیک ما، من بچه کوچیک داشتم موقع تو زندان بود، برادرم، خواهر کوچیکم آذر که دیدین اون موقع 13 سالش بود و خودم یه بچه تو زندان به دنیا آوردم و خلاصه شرایط خیلی سختی بود، ولی خدا رو شکر ما چون ایمان داشتیم به راه بچه ها تونستیم این پستی بلندی ها رو به خوبی از سر بگذرونیم تا قیام مردم شد و ما همه از زندان آزاد شدیم. من خواهرم شد دیگه، یعنی اون موقع میگفتن ایران و شاه، ایران جزیره ثباته و شاه موندگاره، ولی وقتی که مردم بلند شدن دیکتاتوری سقوط کرد. من با توجه به شناختی که توسط برادران و بچه های مجاهدین از آخوندها داشتم، رژیم خمینی داشتم، هیچ فکر نمی کردم که اونا بتونن اون چیزی که آرزوی مردم هست، آرمان آزادی، یعنی آرمان آزادی رو اونو محقق کنن. من به خاطر کاندیداتوری برادر مسعود و چون خودم هم کاندید مجلس بودم، تو شهرهای مختلف ایران برای سخنرانی میرفتم. باور کنید تمام مردم این شهرها به استقبال ما میومدن و میخواستن ببینن ما چی میگیم و شهدای ما براشون مقدس بود، تک تک شهدای ما، ولی خمینی نتونست اینو ببینه و سرکوب شدیدی کرد. تعداد کمشون بوده ولی همه مردم ایران، من صدها هزار خانواده هایی رو میشناسم که تمامشون فدای آزادی ایران شدن. من خانواده های را از داخل ایران میشناسم که پدر، مادر، همه فرزندانشون رفتن و نواهاشون و فرزندان دیگرشون الان، همه الان دارن مبارزه میکنن علیه رژیم خمینی برای سرنگونیش. من شک ندارم که مردم ایران تا پای جان، تا آخرین لحظه برای سرنگونی رژیم خمینی هیچ کم نمیذارن. که قربانی دو دیکتاتوری شاه و شیخ بوده. 4 تا از اعضای خانواده ما در دوران شاه به شهادت رسیدن و 4 تا از اونام در دوران خمینی. برادر بزرگتر من احمد اولین شهید سازمان مجاهدین خلق ایرانه که در بهمن ماه سال 1350 شهید شد.
و به دنبال اون برادر کوچکتر البته یک سال از من بزرگتر بود، مهدی، دستگیر شد و طی محاکمه محکوم به اعدام شد که تقریبا در فاصله کوتاه اعدامش کردن. بعد برادر دیگم رضا بود که این سال 50 دستگیر شده بود ولی موفق شد با طرح یک برنامه‌ای، یعنی با یه برنامه ریزی مشخصی که تقریبا بقیه اعضای سازمان مجاهدین هم درش مشارکت داشتن، از زندان اوین فرار بکنه و خب نقش زیادی در تجدید سازمان این تشکیلات مجاهدین بعد از فرارش ایفا کرد. ولی بعد از مدتی طی درگیری خیابونی شهید شد. همچنین یکی از خواهرانم هم توی یک درگیری خیابونی اونم به شهادت رسید. من خوب همینجا اشاره کنم که همین مسئله که به هر حال اولین شهید سازمان مجاهدین از خانواده ما بود، باعث شد که خانواده ما محل تجمع خانواده شهدا میشه. خب به هر حال میدونید که در حکومت‌های دیکتاتوری از جمله مثلا خود رفسنجانی خیلی سعی میکرد که همون زمان شاه به پدر من توجه داشته باشه و بیاد و بره، و چون این براشون بیرون اعتبار به وجود، به خاطر همین اعتبار که بود که موقعی که خمینی به ایران اومد، یکی دو ماه مدت کوتاهی بعد از ورودش به ایران، خواهان این شد که با خانواده ما ملاقات کنه. یه ملاقاتی بود که پدرم بود، مادرم بود، یکی از خواهرانم بود و من بودم که اونجا این در واقع خب میخواست به یه ترتیبی ما به دستگاه این نزدیک بشیم. که در اون ملاقات من یادم هست که اون از ما سوال میکنه ما چه کمبودهایی داریم. ما گفتیم ما مشکلمون مشکل کمبود خونه و نمیدونم این مسائل سنفی اینا نیست، بلکه مسئله ما مهم، مسئله مهمترین مسئله برای ما اینه که حکومت جدید چه برخوردی با مردم میکنه و همه نگرانی سر اینه که یه مش افرادی که نقشی در انقلاب نداشتن فرصت طلبانه بیان و مناصب حکومتی رو بگیرن و دوباره روز همان و روزی هم. و این نکته رو مادر من بهش گفت که خمینی خیلی بهش برخورد، چون بالاخره خودش رأس فرصت طلبان بود، به طوری که برنامه که چیده بود حتی مثلا با ما غذا بخوره و اینا همه رو به هم زد و ملاقات رو زود تموم کرد. همون چیزایی که جزء مواضع سیاسی من بود باش نقل میکردم. ولی خب همین خامنه ای بعدن اون موقع فکر میکنم به اصطلاح بالای سپاه پاسدارانم بود، دستگاهشون حکم دستگیری منم دادن. یا مثلا خانواده ما زمان خمینی از اولین خانواده هایی بود که خونه حتی مورد تهاجم قرار گرفت، چرا که مرکز آمد و شد مجاهدین بود و اینا به این وسیله میخواستن زهر چشم بگیرن. حالا شاید تو خانواده ما یه همچی چیزی شده که چهار نفر شهید اون زمان، چهار نفر شهید این زمان. ولی میخوام بگم که در زمان شاه خانواده هایی که چند شهید دادن تعدادشون معدود بود، شاید نمیدونم به 15 تا 20 تا خونوار بیشتر نمیرسید، که تعداد معدودی مثلا 4 تا شهید داشتن، بقیه 2 تا 3 تا این چیزا بودن. در حالی که در دوران خمینی صدها خانواده رو میشه دید که اینا 4 نفر 5 نفر شهید دادن. اصلا میزان شهدا در زمان شاه خمینی قابل مقایسه نیست. من یه مثالی براتون میزنم. ببینید دیکتاتور میکشه، اعدام میکنه، زندانی میکنه که بتونه جامعه جو سکوت به جامعه حاکم میکنه.